اللهم صل على محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان این الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم شب عید فطر هم از شبه هایی است که در اون احیا وارده شب احیاییه میشه استفاده کرد خب ما عرض کردیم که خیر ریشه در فطرت ما داره یعنی خیر خود ما یعنی ما فقط کافی به خودمون برگردیم این نیست که کار سخت بخوایم بکنیم ما قرار برگردیم به تنظیمات کارخونه ما بر ب... ب... این درسته دوباره سفید بشی تمیز بشیم این دلایل که ما دلایل عقلی که مثلا دلایل علمی که میاریم اینا قلب و راضی نمیکنه ها یه دو تا چهار هایی که عقل توی خورده قانع میکنه که بخواد کارو شروع بکنیم مثلا جالب خیلی از این فیلسوفا میگن میگن ما مجبوریم به پذیریم خدای وجود دارد میگه عقلمون دو تا چهار تا میکنیم میگیم باید یه خالقی چیه باید باشه این خوب آق... این خوب از ا... این, این فسفور سوزوندن ها خیلی خوب فسفور سوزوندن مثلا هگل میگه ما مجبوریم بپذیریم ما <applause> مجبوریم بپذیریم اما این با کسی که یقین به خدا داره یکیه یقینا نه میگه ما مجبوریم بپذیریم چون نمیتونیم ردش کنیم دیگه اجرایی. پس ماها به خدا شک نمی کنیم به برهانمون شک می این اصلا نگرانی نداره برو یه برهان دیگه پیدا کن یه دونه دلیل داشتی 20 تا دلیل پیدا کن یه بنده خدا اومده دفتر ما، حالا این مسئول دفتر ما میگه تو رو خدا تو سخنرانی نگو. یکی اومده دفتر ما، زن پدر پدرم رو در میاره میگه ما میایم دفتره. یه بنده خدا اومده بود این بچه کافر شده بود. مادرش زنگ زد گریه زاری فلان به ما گفت میگه فرخ سر هم خیلی شلوغ بودم، این ور اونور بودم و یه تایم خالی کردن بنده خدا اومد دفترم. گفت خدا یعنی چی؟ هم بالا هست هم پایین هست. یعنی هم جانیست؟ یه سوالی خیلی ابتدایی. گفتم خودم این چی بگم؟ گفتم این مثال برات میزنم گفت چی؟ گفتم همین الان یه گل روز رو تو ذهن تصور کن گل سرخ گفت خب گفتم تصور کردی گفتم می‌بینیش گفت آره می‌بینمش من که نمی‌دونم اون می‌دید گفتم خب اون کجاست گفت این توه گفتم نشونش بده گفتم بالا یا پایینه گفتم تو بالاشی یا پایینشی قبلشی یا بعدشی تو خلقش کردی همین الان چقدر اراده کردی از اراد الله شیئا کن گفتی شو شد اراده کرد. تو خالقش تو خودش دیدی آقا شروع شور شور گریه کرد خدا گوا همینطور شروع کرد آقا دلم آروم کردی نمیدونم چی 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 چی, چی. میبینی خب با برهانه مشکل داره یه چیز کجوکلی تو مدرسه بهمون یاد میدن و خیلی جان خدا اصلا با این براهین این چیزا قابل بحث نیستش که تاش خیلی فیلسوف باشی میگه آقا من دیدم خدای نمیتون نمیشه نباشه نه تربیت تو اسلام عینیه بعد ببینی اتفاقاتی بیفته بعد یه جای دلت بلرزه داد بزنی خدا رو بخوای بعد اثر رو ببینی بعد بفهمی حسش کنی وجود داره اینه ما رو ما متوجه نیستیم دیگه بعد از قانع شدن دوم با دلایل عقلی تازه اصل کار شروع میشه از اول ایمانه امام با توحید عقلی توکل حاصل نمیشود. مگر وقتی قلب توحید افعالی را درک کند میگه این الان به فعل کشیده بشه میگه ان الذين امنوا و چرا میگه عمل آره کسی چیز عکت انجام میده که قبول داره این عمل هر بار داره انجام میشه اون پیشفرزش رو تایید میکنه پیشفرزش بیشتر اثبات میشه که بر مبنای چه پیشورزی تو این کار انجام ده هر بار که اون کار انجام میده اون تثبیت میشه تثبیت میشه رسوب میکنه تو دل تو جان آدم رسوب میکنه با آدم مثلا شما علامه تبا طبع زمانی که تو نجف شاگرد قاضی بود شما میرفته پیشش گفته آقا خدا وجود دارد میگفت بله میکن برای ما دلیل آقا شروع می‌کرد برات براهین و اون هم یه اوجوبه مثل علامه تبا که نظیرش واقعا کم میاد تو حوزه های ما یه اوجوبه دیش ببین آخر علم اثباتیه دیگه درست شد میگه ما نشسته بودیم داشتیم قرآن میخونیم با مرحوم های قاضی استادشون علی قاضی تبا تبایی. بعد میگه یهویی سخف ریخ میگه سخف ریخ میگفت گوله در رفتیم تو اتاق گوه همجور که نشسته بهش قرآن شد انگار نه انگار بعد دیگه ما متوجه شدیم یه دودکشی اونجا خراب شدیم گرد و خاک زده بیرون اون ریخته نه اون بود و ما فکرم مثلا سخف ریخته ببین این فرق آی قاضی آی طلب تبا تبایی ببین خود شما میگه علامه می خدا وجود نداره یقینا اما اون درجه است چی؟ اعتماد توکل و ایمان یه چیز دیگه است میگن یک بار دیگه آقای قاضی بود شاگرداش نشسته بود و یه ماری اومد تو جلسه قرآن اینا دستشون بود عمدن این کار میکن شاگرداشون رو تربیت کنن که بهشون بفهمن اون جلسه قرآن جایی که خدا داشت با حرف میزد بعد میگه که یهویی اینا ریختن بیرون فرار ماره بابا با اینا بودو آخه چرا قرآن داریم در رفتید و این عربی حالیش نمیشه نیش میزنه بقوله یه نفر به یه دانویسی گفت یه دعا به ما بده این دعا ما خیلی سگ داره یه تیکه باید رد بشم و یه دعای بهش داشت میرفت گفتش که بین چوبرم بگی گفتی واسه چی گفتی یه سگ عربی بلد نبود پاچه گرفت خب اعتماده کن میگه اومد جلو بایستاد این ماره داشت گفت موت بزن الله میگه مرد خوش شد ماره سیگه چوش بردش بیرون گفتی بشین قرآنتون بخون حالا اینا هستن دیگه حواسشون به قرآن خوندنه از اول تا خواهی رو دارن نگاه میکنن اینا رو دیدن به چششون آقا یه نفر نه توی جلسه جلسه چش بیس نفر سی نفر آدم اتفاق افتاده ببینی اون ایمان به جان نشستن باید اونو تقویتش کرد که حالا عرض میکنم چطور بله همین که میسازیم این آینده ای ما این علم ما که باید به ایمان تبدیل بشه اون به ما رو داره میسازه ما محاسبات محاسباتمون جهنمی آینده هم جهنم در میده توش با این محاسبات غلط تو محاسباتت براهینت مشکل داره تو یه سکرات یه دونه شیطون یه حمله اتک میکنه موتورت میاد پایین ایمان یک مقوله جدا از قلب و جان ما نیست عین خواسته جان ماست خودشه دوگانگی نیستش که بگه این اونو داره که این اونو پیدا کرده این اونو کشفش کرده اینو الان آدرسش رو پیدا کرده به یه مثال برای شما بزنم خدا به ما حال میده ها بعضی موقع ها یه اتفاق میفته یه جاهای خاص و یه شبای خاصی اصلا خودت یه سرور عجیب غریبی تو دلت احساس می‌کنی. منتها نیم ساعت بیشتر میره میری تو حرم اصلا این هاست این آل عجیبیه زور آشورا رو روزه کلید میکنی میگذره 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 یا یه چیزه میشکنه میشکنه چیز پیدا میکنی میره طرف اصلا نمیده جوری یه خودشو بگیره مدهوشه یه حسی بهش دست داده دیوونه شده اما این مونده خدا هر از یه آدرس بهت میده که بگه دیدی میگه اینو دیدی می حالا به دست بیار متوجه چی شو؟ این بستنی و بید. چی بدی بگی اینو خوردش میگه حالا بیا کار کن مثلا تو بیا، ها این بستنی بد بدیم یه بار روزی یه بار ماهی خیلی دیگه بیا انصاف کرد تابستون کار کرد خب میگه اینو دیدی نشون که حالا بیا به دست بیار اون یه بر جون بکنی و بعد زحمت بر بعد زحمت داره تدریج هم است اصلا دفعی نیست یهویی یه نفر کلید برق بزنه یا مؤمن بشه این خبرو نیستش اصلاً اینا وجود نداره شما یه بچه کوچیک رو شما کنی بهش درس دادن علم بهش یاد میدی یه بچه میذاری این طرف یه گوسفند نمیذاری بر بره اصلا گوسفند گنده یه بچه آدم میذاری اینجا الف گوسفند هم نگاه میکن بچه هم همینجا مثلا چند ماشه اونم هم این گوسفند نگاه میکن زحمت میشه یه ما میگذاری دوتش میگه اه اه اه, اه رو یاد میگیره بعد میگه بگو الف نمیگه همین چی شد؟ میگه بگو الف نمیتونه بگه میذره بعد تو اونور میگی میگه الف ای بچه‌م الف فلان به همون. بعد یه خود بیشتر یاد میگیره میفهمه این الف رو گفتن یه هایی داره مثلا شروع میکنه باید معامله کردن دیدی مثلا که آقا اگه بگم بابا مثلا این شو بگو بابا مثلا شکلات رو بدم بگو بابا بریم در در بگو بابا اینجوری یه چیزی بهت میاد بعد دیگه با تو راه میفته قشنگ باد حرف میزنه بعد یه جایی تو ساکتی اون با تو حرف میزنه دقیقا قلبم همینجوری عین یه بچه باید بارش بیاری حالا تو بحث امام سه مرحله رو که توضیح میده برای اینکه چجوری وارد قلبم وارد ایمان بشه میون بحث تلقینه تلقین باید بشونیش باش حرف بزنی قشمش بگو بگو الله اکبر میگه به قلبت بگو این ذکری تسبیح میگه یعنی این دیگه با این توجه بگو الله الله اکبر یعنی خدا هیچکی بزرگتر نیست دا. بزرگتر از اون چیزی که وصف بشه بزرگتر از هر چیزی یا الله اکبر تکرار کن آفرین سی و بعد نماز رو رو بگو و بگو الحمدلله آفرین سبحان الله هم بگو بهش یاد میدی دفعه اول هیچی نمیگه دفعه دومی چی نمیگه دفعه سومی از اون صد تا ذکر یا یه رو میگه چی؟ سبحان الله آخ جون یه, خ... یه کد گرفتم همونطور، تف... این بچه سبحان الله بیشتر حال میکنه باشه خب هم سبحان الله رو بگو با دو بار دیگه بگو سه بار دیگه بگو چهار بار دیگه بگو سبحان الله میگیره بعد میگه می یه،, سال گذشت بعد میگه الله اکبر ای الله اکبرم یاد گرفت آفرین بعد باش راه میاد دیگه با تو میگه وقتی میگه الله اکبر این جان الله اکبر رو میخواد یعنی بعد نماز میگه وقتی واقعا میسه سر نماز میگه الله اکبر تمام دنیا میرن کنار تو دقیقا حضور قلب داره، یعنی خدا وایساده اصلا هیچ چیز دیگه جز خود تو ذهنت نمیاد نه که الان هرچی گم میکنی سر نماز یادت میفته هیچ چیز جز خود تو ذهنت نمیاد شو درکش کن بعد میره جلو اون میکشه میبردت بعد چه دیگه گفتیم چی اول تو یادش میدی بعد داد همراهی میکنه بعد چی میشه اون حرف میزنه تو رو میکشه میبردت داری راه میری یهو یه اعظم یه الله اکبر طرف میبینی قلبه متوجه یه جایی میشه میبینی اصلا این شده از اولیاء الله یه یه حرفی سر زبونش میاد از حقایق از غیب بعد مردم اون لفظ رو که میشنوند میخورن تو در دیوار عامل ارتباط با خدا میشه همین آدم باش براش میگه دیدی چی کار کرد دیدی غیب گفت دیدی به خدا قسم اینطوری کرد اونطوری کرد چیزی حضور قلب داره همه جا رو به شما گفتیم چی گفتیم روح همه جا هست رو که مکان نداره که هر جا که حواسش به اونه چیه اونجاست الان درگیر چیه؟ درگیر این دوربری کنید منو درگیر اینه خواب که خورده حواس چشم پرت میشیم میریم اون بر جنگولک بازی سرک میکشیم چه خبره این بر, اون بر خبر بگیریم بیاریم بر. یه سلوات دنات بفهمیم ایمان امام میگه سه تا مرحله داره امام من خودش نمیگه همش استدلال قرآنی و روایی و کاملا عقلی که همش جوره اول اخلاص بعد توبه و تلقین علی بخشت تلقین خود گفتم علی بازش میکنیم با همدیگه دیگه ببینیم چی میشه اخلاص توبه تلقین خب بقیه سواد ما اینجاست اولین مرحله اخلاص تو مرحله اخلاص باید خالص بشی این ظرفه باید چی بشه؟ پاکش نجاست توشه. نجاست یعنی چی؟ رچسه پلیدیه پلشتیه اون چی چیه؟ هرچی که غیر خدا. هر هرچی که غیر خدا قاطی داره شرک چرک ها؟ ما باید از این چرک و شرک راهی بدیم هر آنچه که باید. تو مرحله اول باید بر خودمون حل کنیم که جز خدا هیچی چی نیست وجود یعنی خدا همه چی یعنی خدا اول یعنی خدا آخر یعنی خدا قبل یعنی خدا بعد یعنی خدا اصلا هستی یعنی خدا این باید برامون جواب بیفته هر چیزی جز خدا وهمه زود گذره مثل مالکیت های ما ما الان میگم کن مالک دست خودم هم آه, آه به کسی چه مالکش بودم دیگه مالک چه می‌دونم، من خودم مالک شلوار خودم مالک پیرن خودم هم. مالک ماشین خودم هم. ما بزنش به دیوار به کسی چه اینا ذاتی نیست که مالکیت من که میمیرم اون دنیا مالک یا اومد دین ما نه که خدا تازه بشه مالک مالکیت حقیقی دیده میشه رو میشه بعد یه یا... جا میپیچونم خب چرا این دوزی رو کرده رای پور من ما زشتی جنی فرشته الان دیگه دستش میگه حفصه بله من رفتم دزدیدم اینجا برداشتم میگه ساکت شو خفه شو چی داری میگی میگه تو خفه شو تو ساکت شو می ما تو مالک منی به تو چه میگه خور. میگه اون دنیا اصلا ما اصلا مالکیتی نداریم نه همش وهمیاته بچم ماشینم این اما اوه اوه همین منر خود هی دیدن اصلا همین همین منر این جلسات ما بگیرید همین شیش جلسه که خدمتون بودم باش ور برید بشکنیدش برای کل عمرتون بسته نگفتم برای همین امثال. خدا هست انقدر نگوید من من شیطان است همه یه دعوا سر همین باید بیم نیتامون رو خالص کنیم وقتی اول مرحله اخلاص نیت باید خالصانه باشه برای خدا باشه یک موقع هستش که یک نفر یه حرف زشتی میزنه به من بعد من برمیدمش فوش میدم جوابش میدم زایش میکنم، باش برخورد میکنم شکایت میکنم فلان این برای چی بود خب به من فوش دادی نه در خود مخ نه مختار یا اجازه به دادن یه موقع میگم نه این اینجا به کسی دیگه توهین کرد به خاطر اینکه من شیعه امیرالمومنین بودم بهم ام توهین کرد اینجا دیگه بحث شما میبینید اینجوری جا اهل بیت چجوریان میشه مسامحه کرد باهاشون یک جایی که مال مردم یک ذره این ور بر و رفته علی ابن طالب شما فکر کردید یه خط این ور بر نمیشه به بچه خودش گفتش که اگه این هماهنگ شده نمی بود و به قولی وسیقه و این چیزا که الان ما میگیم اولین کسی بود در بنی هاشم دستاتو قد میکرد به قرآن میکرد یقین داریم میکرد اصلا شوخی ندارم اونجا که ما حرف خدا وسط باشه اونجا باید قذب حضرت رو ببینی خشم حضرت رو ببینی لله همه چی باید برای خدا باشه چرا این حرف آشنا نیست براتون شهید همت واسه یه نقشه اشتباه نکن درست میگم همه چی باید برای خدا باشه باید نیتمون درست کنیم چه چه هست فیلمش تو اینترنت هم هست سن نیت نیت معنی نه اصلا هدف ما تحصیل معارف باید حقیقت یابی باشه طرف میگه من برم مثلا درس دین بخونم درس حوزه بخونم که مثلا میگن آیت الله من میگم مثلا استاد دکتر بر خدا نیستش که تو برای عقده خودت داری بهت میگن استاد دانشگاه دکتر فلانی هیچ من انقدر دکتر ریخته تو دنیا که تو ازن هیچ چیزی نیستی تو همون دکتری هم به اون دکترای معروفم نمیرسی خب بعد جز برای خدا نباد بشه جز برای جز خدا رو نخوایم مثلا یه طرف میگه میگه آقا به معنی درسته شما که مسامحه گرن نه دلش پاکه شنیدیم میگه دلش دلش پاکه یعنی واقعا لله یه حرف میزنه یه لله گفت آ توحید چیه گفت وا لله عاد لله فرمود آقا رسول الله گفت برای خدا دوست بدار برای هم دشمن بدار یعنی من نگاه میکنم اینا آقا مثلا ناخداگاه مثلا چه میدونم از ایشون خوشم نمیاد خب هی بالا با میکنم پایین میکنم میگم خب این چرا من مگه من مبنام ببین من چی میگم مرا... دعوا با نفسم شروع میشه میگم خب بعد چی میگم خب این آدم مؤمن نمازخون پسر به این خوبی جوون به این رعنایی محب اهل بیت داره خب هیچ دلیلی نداره من ازشون خوشم نمیاد اینجا کی باید تنبیه بشه مبنار غلط میکنی خوشت نمیاد این باید تراش بخوره حالا باید این کلوخه رو وردارید یه حالا رنده به نوز روش بتراشی بتراشی بتراش، بتراش. وقتی میتراشی دردش میگیره اما آدم میشه مثل یه اسبی که شلاق میخوره اما رام میشه باید این اسب سرکش رام بشه این اتفاق باید بیفته وقتی اقدام میکنی جهاد میکنی برای برای خدا بقیهش با اوه اصلا قابل قیاس میگه نلذین جاهدوا فینا لنهدینهم نه دیگه نه, نه دیگه نه هم یعنی چی تاکید جانانه میگه تو یه قدم اومدی ده قدم من تو سابیدی یهو ارسه ها یه های اوایلش تشخیصش سخته نگاه کن مثلا خدای قدرت های بهت میده نه قدرت های عزیز. مثلا تو میبینی که چند وقتی چ... ای پارسال من مادرم یه حرفو به میزد از کوره در میرفتم امسا بدترش دارم گیر میداد کوره در نمیرم خودت متوجه نشید بهت دادن صبورت کردن حلیمت کردن بردباری پیدا کردی اول متوجه نیست یا وقتی یه لحظه خود مقایسه میکنی یه... یه لحظه الان بگیم خودمون مثلا مقایسه کنیم با دو سال پیشمون بیرم چقدر فرق کردم اون موقع دغدغام دق چی بود الان دغدغام دق چیه و داده دیگه یک صدامش هم سعی من و تو نبوده لنه دین نه هم بوده آره گفت باری کلا داره میاد وقتی بچه رو مثلا آره چی شد ما اول که داشتیم پروسه آموزش گذاشته بودیم بچه گذاشتیم کنار چی گوسفند گوسمن داره بیخیال بی خیال شدیم درسته آره چرا به بچه آموزش دادیم اولش خیلی سخت بود برای چی برای که شروع که ادب میکنه خوبه خوبه خوب این میشه وقت گذاشتش یه گوسفند رو ولش کم رفت اونجا گوسفند مون اولا که کلا انام گوسفند دوست رو گوسفند بشه به من تو چه همین شکل گوسفند دنیا مشهور میشه میگه یه شکل شکل ایده شکل خوب کن یا چی هنون دنیا خوب همین جوری زندگی مثلا شغل زندگی همون شغل شغال مشهور میشه حقیقت خودشه بله نسبت شغل. من چند وقت یه بار میشنم این کاغذام و نامه ها و این چیزایی که میدن دارم مرتب میکنم مخصوصا تو مارم زون دیدم بنده خدا یک کاغذ داده لام اون موقع متوجه نشده بودم الان پری پس پر روز دیدم میشه که آقا شما در صحبتتون گفتید فلانیا اندازه خر نمیفهمن بعد چطور میخواد جواب خر بدید اون دنیا این این نسبتی که شما این جماعت حالا من اونجا کیارو گفتم خب به خر نسبت اینا خر اون دنیا خر, خر تو میگیره خب شوخی بود طبعا احتمالاً مزاج. حالا همین جوریه دیگه امام علی علیه السلام در مورد این صابوندن و چلوندن و براد برداری میفرما تحلم کنید تا حلیم بشید بردبار بشید ادای بردبار مثلا می داری آتیش میگیری یعنی فکر آتیش میگیری دیدی چه یه جا نمیتونه بشینه دیگه ها تو آتیش قشنگ آره میگه خب ادای آدم بردبار چه تکون نمیخورن دیگه خب وایسا سرش آدم بردبار لبخند میزنه تا لبخند یا پدرم داره در میاد این تو می باش عادت کن حضرت میفرد عداشو در بیارید آروم میشید نه ترس گلدون گل که خود بزرگ میشه و گلدونش عوض کنی و دیگه رشد نمیکن گل در میارم میزن توی گلدون بزرگتر سه چهار روز اول چیه؟ شلو ول افتاده برگاش دیدی و آب بش بدی جلو نور بزشه خدا هواشو که داری رشد میکنه چون حالا جای ریشه داره یهویی مینه دو برابر شد رشد کرد رفت ولا. ما همین جوریم تا خدا میخواد گلدونمون عوض بکنه به اون بر میخوره همون سه روزی که پج مردیم یه بابا نه yani, yaran, بقاب, کمکت کنم فا این نه معل بعد الاسره چی اصره نگران نباش نه اعتماد به خود دروغ میگه خدا میخواد تو فقط پدر منو در سب کن بعد خدا چیو از چیو از باش همین طبیعت اصلا با روح و این چیزا کاری نداشت که ها؟ یه خودت شکم تو آره قبل برسی نرسیدی اذیت شدی خدا, می... شما رو می آزمد. به نقص چی؟ اموال من الجوع گشنگی خدا درست شو. حالا یه نفر دیگه میرن خودشون گرسنگی رو تمرین میکنن تا درست بشن خودشون زودتر میرن گلدون عوض میکنن اون کسی روزه میگیره بعد تو محشر نگه روزه گرفتن گشنه نیستن نگه روزه گرفتن تشنه نیستن و این چیه؟ اون تشنه است خیلی بدتره تشنگی از این دنیا ما خودمون داریم میبریم بعد باید تکرار کنی قلب با تکرار و تذکر به اخلاص باید فرا بخونی تکرار 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 هی hey به خودم تکرار ای من چی این بدگمانی بود چی دل نسبت بین کردم غلط کردم خدا ببخش حالا میشه مثلا بری به طرف آه سلام حالتون چطوره فلان عمدن من که حال اینو بگیری دیگه حالا اون نفس رو باید بگیری هی تکرار 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 گفتم این تکرار کمکتون میکنه عذر میخوام از محضرت اما مثال که اون شبای چند شب قبل زدم چی بچه کوچیک یه سالشه شش ماشه اصلا این تفکر میکنه بعد ادرارش نگه داره هر جا باشه فاتحه اونجا رو خونده غیر اینه تو باید حواستش باشه بعد یه خورده بزرگتر میشه از این واکنش ها میفهمه که کار بدی ظاهرا یه خورده بزرگتر میشه خود سعی میکنه نگه داره من که حواسش نباشه که یا حواسش نیست شب موقع خواب یه بچه شب ادراری داره مثلا وقتی بیداره حواسش هست بعد یه خورده میگذره دیگه کنترل میتونه بکنه کلا ببین خیلی جالبه این چطور میتونه بر خواب بر خودش گرفتی چی شد خواب که دیگه حواس نیست برای اینکه ملکه ذهنش شد تو خوابم میتونه خوش کنترل بکنه بعد الان تو این سن و سال شما بزرگواران تا حالا شده مثلا یا تو ماشین نشسته دستشویتون بگیره بعد ببین فکر کنید خب تو ماشین دستشوی کنم بره دیگه کی بگه اصلا به فکرت هم نمیاد میگه خب یاد دستشویی آقای جان نگهد بده اولین دستشویی فلان اصلا به ذهن هم میادم چه چی چیزی نه دیدی اصلا چی میگه این بابا اصلا به با فکرمون هم نمیاد کلا چی شد تکرار تکرار تکرار, تکرار. اولش سخت بودا بعد درست شد درست شد, درست شد. اصلا دیگه قطعی, قطعی. همین رو سر روحمون هم بیاریم سر خواسته های قلبی هم بیاریم شما خیلی بیخود کردی از این بدت اومد چه دلیلش از این آدم بدت بیاد جز اینکه پسر خیلی خوبی بود برای همین آقا رسول الله فرمود یا علی جز منافقت تو کس بدش نمیاد بینه چه دلیلی داره از تو بدشون بیاد چه کردیم اگه تو تو که انقدر خوبی تو شم باباشو کشتی کشتی که کشتی این باید بفهمه باباش تو احد اگه تو نمیکشتیش منو کشته بود این آدم جهنمی رو دوست داره باباشه درکی باباشه تو آشورا بودا بابا تو این سپاه بود پسر تو اون سپاه برادر تو این سپاه بود اون یکی برادر تو اون سپاه ما هنو نتونستیم نسبت ها رو در جدا بکنیم از هم دیگه. تفکیک بکنیم بعد طرف مثلا این جهل بیدار بود طرف مثلا باباش که سهله مثلا برای همشهریش ببین چه کارا میکنه مثلا نمیشناسی چه پارتی بازی ها میکنه و پارتی بازی میکنه که چی حق کسی دیگه رو ضایع میکنه پناه بر خدا این میدونه داره جهنم بر خودش میخره داره وسعت میده جهنم خودشو چون نجات براش مهمه چه اهمیتی داره اون مثلا مال اونجاست ترک فارس عرب عجمه هیچ 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 بلکه کتاب تو حفل مثلا بخونید این توصیه های اخلاقی دیگه شروع کنیم اگه جا مثلا تو گوشی هست بخون. یا علی این کارو بکن اون کارو نکن آقا رسول الله فهم اون یا علی یعنی به ما دیگه اگر اخلاص نباشه تو همون مرحله اول هر چی به دست بیاری ابلیس تصرف میکنه هر چی نه من شیر بده یه لغت میزنی همه رو میزنی. اول و از ظرف فاک بشه اخلاص اخلاص یعنی لله بشه دیگه اینو خیلی تکرار کنید همه جز خدا کسی نیست خجالتی برای کسی دیگه داری به خاطر خدا هی اینو اینو تکرار کنید هر روز تکرار کنید اصلا فلسفه نماز یکی از اصلی ترین فلسفه هاش همینه ببین بعد میگفت اگه ادبیات عربو می‌خواد گفت بعد میگفت ایاک درست شد میپرسم چی فقط تو را چرا اول آورد ایاک نعبد فقط تو را چی میپرستم فقط از تو چی یاری میجوام یعنی اولویت رو چیه فقط خودم و فقط خودت حالا خودم هم اینجا چون تو شعر بود چون قافیه تنگ شعر به جفن هایی دیگه مجبور شدیم بگیم آره اون فقط تو فقط فقط, فقط تو وجود داری یا ما درزه گفت تق تق چی گفت حسنم حسینم بلان یکی دیگه دیگه, دیگه. ای در میزد در نمیکرد آقا گفت کیه این گفت منم بابا با نمیکرد انقدر در زد گفت کیه گفت تو گفت حالا بیا تو آدم ها یا بردرن یا دربرن خب اینا دقت میکنیم؟ بله مهم بودن منیت خب به خودمون شهوت خودمون ابلیس هم همینجوری بود دیگه اون من این سوال دارم علم ابلیس به دردش خورد دیدی با یه ضربه فاتش خونده شد کلی دیوار ساخته بود آه بیا نگاه کنی چه دیواری ساخته چه برجی ساخته بابا ملات نداره یه لقه از کل دیوار اومد پایین علم بدون ایمان مثل دیوار بدون ملات مثل دیوار بدون سیمانه مرحله دوم پس اولی شد چی؟ اخلاص اخلاص یعنی چی؟ خالص شدن برای او خود شیطون هم میگه میگه الا عباد و من همل مخلص خودش هم داره میگه بعد بعد خودش مده لو داده دو توبه من ف... الان اول خالی شدم دو حالا جهت توجه هم سمت تو خدا توبه یعنی یعنی رو به سوی خدا کردن تو یعنی بازگشت برای چی میگه پس میگه رو به صبح برای اینکه ما از اصلمون چیه اونوری از اونجا اومدیم دیگه انا لله گفتیم از باطن اومدیم تو عالم ظاهر دوباره باید بگیریم از این زواهر بریم به باطن توبه یک معنی اصلی شناسا برگشتن به سمت خدا یک معنی عمومی هم داره به معنی که برگشتن به سمت خدا از گناه بله حالا که پاک پاکشو توجهش بدیم به خدا امام اینجا میگه که نگاه کنید حالا که پاک شد استفاده از ذکر قرآن میسور میشود ذکر یکی از لقبای قرآنه اسمای قرآنه خب چی شد لا یمس و الل پاک خالص شدی اول حالا میتونی بفهم قرآن چی حالا ذکرای قرآنی نجاتت میده قلب تو آروم میکنه الا به ذکر الله من فکر الله به الله فکر کنم یاد بگه الله فقط لا اله الا الله فقط نه یاد خدا یه مشکلات فرا گرفته یه لحظه میگه خدا خدا بزرگ آروم فلزا اصلا مؤمن چیزی تحت من افسردگی نداره شد افسرده بشم من ظرف تمیش شد حالا هر چی داری میریز توش میشه پاکی ما یه تذکر و الا تذکر نمیگیرد حواسش جمع نمیشه الا من یونیب اون کسی که برگشته توبه کرده خود قرآن اینا رو میگه کی پس میتونی از ذکر استفاده کنی که توبه کنی که توبه میتونی بکنی که خالص شده باشی که پا... پس نمیشه اسلام مثلا بریم علمش یاد بگیریم بدون چی عمل بدون در عمل انجام دادن مرحله سوم هم تلقین آخرین چیزی دارم ارزم کنم. تلقین یعنی متوجه کردن به اون چیزی که در درونت داری نه این تلقینه که تو روانشناسی هست میگه بهش تو میتونی آره تو می اینجوری به یارو میگن بدبخت میشه مثلا یه چیزی که اصلا در... استعدادش هم نداره ها یارو در حد آمی بهش میگن آره تو میتونی انیشتین باشی تو میتونی فلان اینا خب تو میخواد بشه ایوه. اما نه این تلقینی که ما اینجا داریم میگیم من تلقین که تو درون داری میگه بگه پیداش کن آره میتونی آره میتونی اینجا میشه بچه که باید بشه باش صحبت بکنی اینجا اول آ... آیات توحید رو بگیره این قلب پاک شد متوجه شد حالا بقید. آیات توحید اینجا شوق پیدا میکنه آیات توحید با آدم شوق میده و آیات تنزیه که با حالت تهارت آدم میخونه به قلب گوش زد میکنه ببین آن مثلا مثلا میزنم سبحان الله سبحان الله چی؟ پاک و منظر خود چی؟ خدا پاکه هیچی به خدا نسبت نده گرفتی چی میگم؟ اصلا میگه هیچی من چقدر جاله؟ میگه هیچی اول هیچی بعد آیات تشبیه میاد سبحان ربی اعلا نه خدا این اون علو بودنه اون علو هم خداست خدا ترکیب اونا نیست دا مثلا خدا همون مقام تش همین همه چی خدا اول ما باید چی بشیم؟ پاک کنیم؟ نه نه آر بگیم سبحان الله پاک و منزهی نیست آه چون قلوب الله رو نگاه کن قلوب الله اول که آیات توحید کن دقیقا میدیم امام رو رو حساب دارم الله بی نیازه که نیاز نداره که هیچ هیچ نیازی هیچ هیچ سمد یک از ب... یک جای من دیدم سامد البته یعنی ساد اینجوری با سه و سین معنیش فرق میکنه سین و ثه. یکی میشه چاله آب و یکی میشه کود شیمیایی خب سامد یعنی توپر یعنی چیزی که هیچ باگی نداره شو بگم شو محفظه خالی نداره پر پور. پر ما همچین چیزی نداریم دیگه بدن ما رو که میبینی پر از فضاهای خالیه یعنی این الکترونی که داره دور هسته میچرخه کلی فضاهای خالی داره هیچی نی... یه معنیش معنیش تو پر تو پر و بی نیاز از همه چیز خدا بی نیازه این تنظیم میکنه بعد تشبیه صورت میگیره هی بعد به قلب گوش زد. اگر شما آمدی کیفیات به خدا نسبت دادی خدا چقدیه خدا چشیره قد کفره یه پس چی شد کافری اصلا آیات تنزی و جدا گفتی بدون آیات تشبیه و تشبیه گفتی بدون تنزی بازم مشکل داری آیات یعنی نشونه های قلبی تو نگری اینا میگی که هیچ چیز جز خدا نیست نه که خدا هیچ چیزه خدا چیز نیست ببین نه که خدا هیچ چیزه خدا چیز یعنی هر چیزی که شما در نظر میگیرید این چیزها، هیچ کدوم اینا نیست اما همه چیزه این تکرار میکنه قلب اینو پیدا میکنه آیات تو مثلا امام قشنگ وقت میگه میگه که به تونستید قبل از مثلا نماز صبح چیکار بکنید به قلبتون لا اله الا الله رو هی زد کنید هی بشینید آروم آروم نه لا اله الا الله لا اله لا, 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 لا بعد, بعد نماز میججیک میکنه مثلا, مثلا جوجه چیزی تو صف نماز کنید. بحث جوجه نیست اینا چیه آره این جیک جیک داره میکنه خب حالا شدم حواسش هست من نگاه کنم میگه بقید. لا اله الا لا اله, اله لا اله الا الله لا اله این خدا میشه خدای باشه جز اون کسی هست فقط همه چی خودتی همه ی هستی رو پر کردی اصلا هستی خود تویی این تکرار 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 تمام اغیار از ذهنت میره قلب یهوی میگیره یه بارقه یه نور میگیره خوشش میاد چون میشناسش اینو گل قلل قلب اون رادار الهی گرفت خوشش میاد پیز دیده در رادیو میگیره یا رد میکنه اون صدا خوبه رو صدا تنظیمه ای همین برا بود دوری خود برمیگرده عقب خود میری جلو تنظیم تنظیمش میکنی بعدش اگه چیکار میکنی نگه میداری دکمه رو چی میشه ثبت میشه قشنگ میمونه اینجا پس یه بار یه گرفتید خوب خوب آفرما ها حسو نگه دار نترسیو نگاشو بیان امام میگه آیات آخر سوره حشر میگه اسماء الله دیگه همینجور صفات خدا رو همینجور ذکر میکنه یا آیات آخر سوره هشت و ذکر لا اله الا الله قبل از نماز صبح بین و طوله این نماز بخونید قلب بعد باید رام بکنید قلب وقتی رام میشه چموش موجود چموش دیدی حرکت اضافه داره لنگ و لغت زیاد میندازه انرژی زیاد میبره باید رام بشه وقتی رام شد دیگه حواس یا مثلا میگه قبل خواب قبل خواب حتما محاسبه نه انجام بدید حتما قبل خواب پنج دقیقه خب الان میخوام بخوابم حالا با وضو میخوام بخوابم اینا رعایت بکنم اینا به کنار میخوام خب امروز یک قل... امروز قلب من چقدر ایمان دریافت کرد چقدر به نفسم پرداختم چقدر این این محاسبه هم گوش زده است بعد دقیقا قبل, قبل خوابی که شما خواهد جسم خورده رها کنی همین محاسبه همین تذکره خیلی 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 خوب تاثیر داره امام میگه این نکته آخره نداشته باشید ممکن است در ابتدا مشکل باشد میگه شروع این ماجرا میگه وقتی مشکل بود کم نیاری اینه این نفر که راهی رفته دیگه این چی میگم معلوم رفته رو میگه از اولش خود سخت بهتون میگذره کم نیارید و اینم بهتون بگم و شیطان هم بران میافزاید. یه همون اولش شیطان میدونه شما یه یه کاری خوب شروع کردی مثلا یه قولی به خود داده بودی که این کار رو انجام بدی قشنگ یه هفته ده روز میری میگیری داره چون یه های میفته اصلا یه تو اپرود کن فیا کن میشه ماجرا شیطان میاد انقدر خوشگل جفل لقد میره زیر ماجرا تمومش میکنه که نمیدونه چیکار باید بکنی هی این ور و ول میکنی هه. گولت داره میزنه طرف میگه من نماز میکنم چرا نماز میخونم؟ از گناه میکنم خجالت میکشم خدا بایستم سر نماز ببینی چجا خرش کرده چرا حرفه ای نماز گوشه تارک و چه چرا چون کی گناه نمیکنه بازیش میده حرفه بلد ببین که شیطونم محکم چون راهو پیدا کردی محکم میاد وسط و مشکل سازی و مشکل نمایی میکند میگه بابا این سخته مگه میشه یک عده هم میارن میخوان در مورد عرفا صحبت بکنه یک چیزایی میگن طرف بخوش میگه من کجا و اونا کجا بابا متوجه چی میگم این اشتباه این سخت نکنید مشکل بابا همین آقا قاضی که این مراحل رو گفتم ایشون 40 سال هیچی ندید هیچی میگه من چهل سال هیچی ندیدم بعد چهل سال اون موقع که تو حرم از عباس نماز میخونی از حرم از عباس زیارت میکنه برمیگرده فکر کنم اینطوره میره پشت نماز خون. میگه یا تمام پرده ها رفت کنار چهل سالشون یک کتاب بذار جلو شمعی یه کتاب یه صفحه برداره بشه هزار صفحه از کتابه شمع رو می‌بینی نه صفحه دوم دو می‌بینی نه صفحه سوم می‌بینی نه 100 تا صفحه 200 تا صفحه 999 تا صفحه رسیده به آخرین جلد بازم شام می‌بینی اون نور رو می‌بینی نه اما تو داشتی کار رو انجام میدادی داشتی نزدیک میشدی به نور و چی میشه یهویی میبینی می‌بینی ریخت تکرار اینجا درسته شما ضربات یه چاهکند چقدر تکراریه و بیخوده نه اینو باید انجام بشه تا به آب برسی یه ضربه که میزنی یه آب میاد قبلش این بوی آب رو حس میکنی بوی نم رو حس میکنی یه ضربه است میاد آب زد بیرون گل شد ما اینجا نباید شیتون ب... شیطون کار که میکنه آقا من دیگه من میاد جو... جوون سال سوال آقا ما دیگه داغون شدیم ما له شدیم ما گناه این شیطون موفق شده دمش هم گرم خوب داره از سواری میگیره نوش یعنی چی آقا صد بار اگر توبه شکستی بازا این درگه ما درگه نومیدی نیست نومید شیطانه خدا هدایت میکنه خدا مال میشه شما میری حرم اهل بیت چون این چیزات خلوت میشه دور سرت چه اصلا زیارت یعنی دل کندن دیگه ها توی زیارت نامه هست میگه که خدای ببین من ویل کردم زار زندگیمو قطعت بلاد، اون شهرم رو ویل کردم قطع کردم بلند شدم اومدم رجا رحمتک برای چی برای رحمتت اومدم اینجا ببین پس یه دلبستگی زن و بچه و اینا موندن بلند شده رفته زیارت داره میره این رفتنه چون ما آدمای فیزیکی و جسمی هستیم همین حرکت جسمی چیکار میکنه خیلی کمک میکنه از اینو میکنه وقتی میرسیم اونجا بعد یه حال خوشی به دست چون همین مقدار کار کردی خب حال خوشا رو ثبت کن ببین الان ما سی روز زحمت کشیدیم رسیدیم به فطر به فطرتمون هنوز نه اینو چجوری باید بررسی کنم اونو. <تصفيق> <تصفيق> آره به فطرت خودمون رسیدیم الان خرابش نکن فردا این جونور باز زنجیراش شل میشه ها شروع میکنه جفتک انداختن این شیطون مراقب باشیم شروع میکنه پاچمون رو گرفتن الان الان اون جنس اون کالای شیشه ای رو خوب نگه دارو دستی حواست باشه آقا یکی از خوبی روزه این بود که نماز صبح اول وقت بود غیر اینه خب حفظش کن سخته آه همینه یعنی. سخته میخواد مفتی بره بهش لامسته <تصفح> آخه اینا نم... نمیشه زحمت <تصفح> باید بکشی بعد که عادت کنی میشه مثل این ارتشی ها بابا با اون ارتشی چند سال بازنشست شده پدر و مردر می آره کل صبح بیدار بابا بگی بخواب سی سال پدرت در اومده کله صبح بلند میشد میرفته عادت که میتونه ما پدر بزرگ مادر در همینجوری همی 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 هم. همه همینجوری هستند شب ساعت هشت و نوش هم میخوابیدن چار صبح بیدار اصلا ما نمیتونیم درک کنیم گفتیم بابا میتونه بخوابه هیچ کاری نداره برای چی نمیخوابه او دقیقا میگفت این چرا خوابه پس ما تمرین باید بکنیم تمرین 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 و اصلا سوس نشدن تکرار عبدست. نه نترسید الان چیزی که به دست آوردید آقا قول بدید به خودتون بیاین فردا از فردا بگو من نماز صبح ما اول میخونم 20 دقیقه قبلش ساعت بذار 20 دقیقه قبل نماز بلند شو رو بگیر نماز شب نمیتونی بخونی اون سه آخری آخر رو بخون شف و دو رکعت یک رکعت اینجوری شروع کن اینو تثبیت کن متوجه شدی بعد برو سراغ بعدی ببین تسبیح یه دو رکعت مثل نماز صبح همینجوری نشسته بخو همینجوری خوابالو بخو گردنم من مستحب یرا نگه گردن گردنم باشه من زرنگم من جایی میخوام زره اپره نگاه کن همین اینا تثبیتش بکن چی بگم آ میگه 300 تا باید بگه لا اله الا الله آ نمیخواد همین این تثبیت شد 6 ماه رو همین قشنگ دیدی نه دیگه اصلا ساعت ساعت داری برای این کار خوب خب حالا خوب شد حالا اینو آروم آروم گسترشش بده آروم آروم 300 تا الای الف هم نمیخواد بگی فعلا سه تا بگو آقا چقدر کار داره بعد ق... یاد داری شب خواستن خواب موندی نوش جونت بعد سرت خوبه روزش که یادت اومد همیشه پشت رول نماز تو بخون نماز مستحب دیده. راه میری نماز تو بخون شروع کن کار کردن سجده هم من دیدم مثلا طرف کلش میذار رو نه تصادف میکنی بده خب همین چش دیگه خورده یعنی اشاره یعنی من دارم سجده میکنم این کار هم اینا رو ثبت بکنیم حیفه و این اکشته آخر که ما هیچ وقت تو واجبات با شیطان نمی جنگیم. واجبات یعنی مرزهای چی؟ خودمون تو کجا باید بریم باش بجنگیم؟ تو مستحبات یعنی به شرط انجام واجبات ها. اینی که مرزه خودم که حفظ کردم هیچ من با این ها کجا می جنگم تو سوریه اونجا نه جنگم جلو مجلس مونه من اونجا جلوش نگیرم جزمان. جلو. میاد وسط خیابونا وسط خیابونه قلبم این خیلی خطرناک این خوب باید درکش کرد طرف گفتم با هوا و حوث خودم باید بجنگیم حوث کردی آب بخوره دو تو قضا نخور اصلا چرا این احکام لایری فقط آقا رسول الله می تا هنو گرسنه ای چیکار کن پاش این یک دستور زیستی و غذایی کاملا داره یک دستور تو دل همین اخلاقی هم تو یعنی اون لحظه که سرگرم خوردن یه لحظه آروم ترمز یه کنار این تخمه آفتاب گرمی چه میکنه با آدم کی ولش میکنی همینه دیگه تا تمونش ولش نمیکنی ما یه آشنایی داشتیم یعنی یکی از این دوستان ما بود خدا بیامرزش این واقعا اگه سه کیلو تخم زیش میشه کس میخورد بعد مرد مرد همین نمک هایی که با واسه تخم خورده بود رگاشو بس مرد بند خود خدا بیا مرسش هم بود رفته بود جنگیده بود و فلان نمیتونست احتیاط بده کرد یه لحظه جنه احت... از همین چیزه کچه آخ... آ... نمک غذا قر... نخور یه هفته نمیخور با همین چیز کوچیک شروع کنون و رامش کن سرتون درد آوردیم عذرخواهیم انشالله که این عرایز این شب چند شبی که ما مصدعتون بودیم مفید فایده بوده باشه و یک اثراتی حداقل بر همه خدا شاده به خودم داشتم تذکر میدادم تشکرم میکنم از آجاقا ما این شبها خودمون اون بغل نشسته بودیم استفاده میکردیم از صداشون و از همه دست اندرکاران این برنامه تو این مجموعه خدا خیرشون بده تاجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان صلوات